امروز من بخوام به این بپردازم که اساساً چی شد که به اینجا رسیدیم که یک درصد قابل توجهی که از مردم همین کشورن، دلسوزان ایرانن، به این فکر میفتن که اصلا انتخابات رو زندگی ما تأثیری نداره و ما چه رأی بدیم چه رأی ندیم هیچ تفاوتی ایجاد نمیشه، در نتیجه صندوق رأی از اهمیت خارج میشه. اولین مؤلفه ای که به نظر من در مشارکت مردم مؤثره، جهتگیری کلان حاکمیت و نظام رهبری در نقش مردم در شکلگیری ارکان مختلف حاکمیت. دومین مسئله ای که مؤثره در عرضم به حضور شما بحث مشارکت، فهم مردم از میزان خدمتیه که دریافت میکنن. سومین مؤلفه تنوع رقابت سیاسیه. خب ما نیاز به اصلاحات ساختاری داریم، هم در ابواب سیاسی، هم در بخش اداری، هم در بخش‌های مختلف، که این باعث بشه که مردم احساس کارآمدی بکنن، احساس بکنن که اون رأی که میدن یه تغییری ایجاد میکنه. من یه جوابی هم به صحبت‌های دوست عزیزمون بدم. دوستان یه خاطره ای از سال 76 گرفتن، همیشه اینو نقل میکنن، مبنی بر این که مرحوم آیت الله هاشمی مخالف انتخابات مشارکتی بوده و خب حتما مقام معظم رهبری همیشه مدافع انتخابات مشارکتی بودن، ولی در این چند سال اخیر کیه که نمیذاره مشارکت بالا بره؟ وقتی مقام معظم رهبری میگن که مشارکت بالا بره، یه قانونی مثل پیش ثبت نام فوری تصویب میکنن، اجازه نمیدن که گروه های مرجع، چیزی که باعث این شده که مشارکت پایین بیاد اینه که گروه هایی چه در خارج از کشور چه در داخل کشور به دنبال اینن که در راستای منافع خودشون این انتخابات کمشور بشه و اون نتیجهی که خودشون میخوان ازش در بیاد. من یه نکته خدمت های دستپاک بگم که بنده که درست ندارم به خانده مجلس بشم، ولی ما افتخار ما اینه که ما در مجموعه‌ای فعالیت کردیم در دوران دانشجویان که پادوی هیچ جریان سیاسی نبوده، پادوی انقلاب اسلامی بوده، خودشو پادوی جریان اصلاحات نکرده که الان در دانشگاه به این روز بیفته که دفاترش آدم نداشته باشن. محض اطلاعتون بگم، من فعال دانشجوی وزارت بهداشت بودم، تو دولت اول روحانی نامه نوشتم عملکرد وزیر بهداشت رو نقد کردم، تو دولت دوم دو تا مصاحبه کردم عملکرد جبهه اصلاحات، عملکرد دولت رو نقد کردم. ما وابستگی نداریم به کسی، نونمون رو کسی نمیده، چرا بخوایم مثلا خودمون رو بخوایم هر کسی اگه عملکرد اشتباهی هم داره پاش رو اسیم. ششم و دهم از دل همین نظرت استثبابی خارج شده. شما مجلس هم نتونست کاری کنه. چرا نتونست کاری کنه؟ ما ساختارهای موازی تقنینی داریم، ما شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم، داره از مجلس جلوتر تصمیم میکنه. شما دارید چون پراکنده هستید مجلس. آقا من دارم یه سوال از شما میپرسم، همون موقع میراد داشته، همون موقع چرا من اون موقع چند سالم بوده که بخوام میراد؟ من مسئول کار خودم هم، مسئول نماینده مجلس ششم که نیستم. شما دارید کار حزبی میکنید، تناقض در حرفاتون واضحه. نمونش همین دو تا مجلسی که خروجی همین نظرت استثنایی بوده، مجلس اصلاح طلب هم بوده، شما اون موقع قبول کردید، اون موقع انتخابات خوب بود، ما انتخاب شدیم. هنوزم انتخابات خوبه اگه بذارید، هنوزم انتخابات خوبه. مسئله وجود داره آقای برادر که میگم این تناقض در رفتار شما و بزرگان جریان شماست. اگر ساختار انتخابات ایراد داره، چرا ما انتخاباتی رو عرضم به حضور شما که در شرکت پیروز میشیم و رسمیت میشناسیم، خیلی هم انتخابات خوبی بوده، ولی انتخاباتی که درش مردم به ما اقبال ندارن به واسطه عمل کردمونو بگیم آقا عرضم به حضور شما این بد بوده؟